درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 31 از ماه اکتبر. در روزهای شنبه به مدت قریبا یک ساعت و نیم حضور شما بزرگواران هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. همطور که به تکرار کرات و مرات خدمتتون عرض کردم، این مهمترین مطلب آن است که ما توجه کنیم که چه میگوییم و چه میشنویم، به جهت اون که در کل تاریخ اصولا آدم های مشرق زمین، اجازه بدید پیش از این که سعدی رو بخوانم یک غزل عرض کنم. مشرقی ها آدم هایی هستن عاطفی و در واقع متوهم، اهل حکمت عقلی ما مشرقی ها نبودیم، اهل عرفان بودیم، ذوق شاعرانه و عاشقانه و عرض شبه خدمتون که تولید دین و اینها عرض شبه که همه در شرق تولید شده و خوب که بنگریم میبینیم که رد پایی اونچنان که در یونان بوده است و در جای دیگه در مشرق زمین نبوده از تفکر عقلی. خب مشرق زمین مشهور است به این طبعت تولید عرفان و غرق در شدن در لاهوت و نفی ناسوت و از اینجور حرف ها و داستان ها. غربی ها هر سبت که ما اونچه غربی میگوییم اروپاست و آمریکاست، این قاره آمریکا و اینها شده از غرب. حالا به هر حال آمدن در یک روزگاری در بیان و زبان یکی از فرزندانشان به نام ارسطاتلیس ارسطو که آقا حرف باید معنی داشته باشد، آقا سخن یه پایه داره، دو تا پایه ممکنه داشته باشه، یک استنتاج، و اگر این دو پایه با هم نخواند استنتاج غلط است، چه موقع استنتاج درست است، قیاس رو به وجود آوردن عرض میکنم و بعد استقرا هم البته بعد آمد، اما منطق ارسطو مبتنی بر قیاس هست، یک کتاب عظیمی است. و مسیحیت آمد و اونجا رو خب گرفت و همه تسلیم پاپ شدن، پادشاهان اروپا هم بودن تسلیم پاپ بودن و اینها، و در سیاهی فرو رفت، یعنی دوران درخشان تمدن یونان هم از میان رفت و روم، زیبایی و کمال و جمال روم و حکمت یونان این بود افتخار مغرب زمین، اینا از بین رفتن، همه شد کلیسا و آخوند و مثل همین مملکت خودمون، هرچه خدا فرموده درست فرموده است و تو بهتر بلدی یا خدا. هر کس سخنی میگفت که به حقیقتی راه داشت نگاه میکردم به کتاب، میبینم با کتاب مغایره، میگفت تو بهتر میدونی یا خدا، ببریدش اونجا بسوزانیدش. آقا اینا قریب 6000 دانشمند رو آتش زدن و در چاه انداختن و اینا، چون سخنی گفته بودن که با کتاب مقدس سازگار نبود. باری یعنی در جهل مطلق بود اروپا، طوری که اساسا علت و معلول رو نمیشناخت. اگر تا اون میامد میگفت اینا کار این زناست یا کار یهودی هاست. و چه جنایات فجیعی کردن این آخوندهای گردن ستبر به قول کسروی در همین ارتباط که بارها من بهش اشاره کردم، هی باید بگوییم یادمون نرود که آخوند چگونه موجودی است. تا حوادث بسیار افتاد که از بس در بابش گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. داستان رنسانس و عرض می کنم که دوران کشف و بعد عصر استدلال و عقل قرن 17 هست و بعد قرن 18 انقلاب صنعتی غیره و اینها، یکی پس از دیگری بر اثر کاربرد حکمت عقلی و
کشف بوده، اگر تورات، اگر انجیل بی اعتبار شد بر اثر کشف بوده، کشف آقای کوپرنیک. کوپرنیک آمده و گفته است آقا این که اینجا نوشته غلطه، این نیست که خورشید دور زمین بچرخه، این زمین است به دور خورشید میچرخه. و گالیله آمده به اثبات رسونده و کپلر قوانینش رو نوشته، گفتن اگر خدا خبر نداره در منظومه شمسی چه خبره، پس هر کسی این اول این که این کتاب رو خدا ننوشته، دوم که بقیهش هم دروغه، اگر چیزی به این عظمت دروغه بقیهش هم دروغه. و تفکر رو از خدا گرفتن و دادن به صاحب اصلیش. صاحب اصلی تفکر کیست؟ آدم، آدمیزاد. این آدم این دو پا نیست، این یه چیزی دارد در بین دو گوش به نام مغز. تفکر در اینجا انجام میشه، در جای دیگه دیده نشد انجام بشه. بنابراین کشف شروع شد، چه پیشرفتی کرده است علم. اگر اروپا در دست آخوندا بود همون داستان بود که عرض کردم، ادوار بود و بدبخت بودی بود و گمراهی بود. اما گرفتن و دادن به این عقل، عقل راهنما و خرد، خرد راهجو و کشاف. تا به اینجا رسیده است که شما نشستید در ایران، در بندر عباس، در یزد، نمیدونم در تاجیکستان، اینجا دارید صحبت‌های بنده رو گوش میکنید با این سیستم و این تکنولوژی که عقل بشر ساخته. بله ببخشید من اینو خاموش کنم. خب ما برگشتیم به دوران قرون وسطا در ایران. این مایه‌ای که رمال و فالگیر و آخوند لاتائلگو و استخاره بکن و این حرفا رایج شده در کمتر دوره‌ای بوده، در کمتر دوره‌ای بوده. خب اجازه بدید که من یه از سعدی یک غزل بخوانم خدمت شما و برگردیم ببینیم چه خواهیم کرد، چه خواهیم گفت. بله میفرماید اون شکرخنده که پرنوش دهانی دارد، نه دل من که دل خلق جهانی دارد. به تماشای درخت و چمنش حاجت نیست، هر که در خانه چطو سر و روانی دارد. کافران از بت بی جان چه تمتع دارند، باری آن بت بپرستند که جانی دارد. ابرویش خم به کمان ماند و قد راست به تیر، دست ندیدم که چنین تیر و کمانی دارد. لطان است که وقتی سخنی میگوید، لطان است که وقتی سخنی میگوید. نه تا سخن نگوید ما نمیفهمیم که دهان دارد یا ندارد. لطان است که وقتی سخنی میگوید، برنه معلوم نبودی که دهانی دارد. حجتان است که وقتی کمری میبندد، برنه من مفهوم نگشتی که میانی دارد. ای که گفتی مرا اندر پی خونخواره خیش، با کسی گو که در دست انانی دارد. عشق داغیست که تا مرد نیاید نرود، هر که بر چهره از این داغ نشانی دارد. سعدیا کشتی از این موج به در نتوان بود، که نه بحریست محبت که کرانی دارد. خب این تشبیهات که ملاحظه میکنید در ادبیات فارسی، تیر و کمان و عرض کنم شمشیر ابرو و
اینها از کجا آمده؟ چرا دهان تنگ اینقدر مورد نظر هست؟ از دهانت چون نمییابم نشان، بوسه ای زن روی چون ما هم بده. این از کجا میاد؟ اینها همه عرض کنم از اونجا آمده است که بعد از اسلام که برد فروشی گسترش یافت، حمدالله و المنه، این اسلام عزیز ما که جامع ترین و کامل ترین ادیان الهی است، اولین قدم آدم فروشی میکنه، آدم آزاد رو میگیره، زن بچهش رو اسیر میکنه، ریپ میکنه، بعد میفروشه. من مرد خواندارم از زن و بچهش و زندگیش رو یادا میکنه، میاره من مدینه میفروشه. این کسب و کار اسلام بوده دیگه، چند قر. اینا میرفتن برده میآوردن، برده هایی که در تاریخ اصطلاحا ترک گفته شده است. من از کاربرد این واژه در واقع دوری میگزینم، به جهت اینکه یک خطای تاریخی رایج شده است در وطن ما و تکرار میشد. من واژه ترک است که نمیخوام بگم ترک یعنی چی. آقا یک تبار و نژادهایی هستن در آسیای مرکزی به نام میگن ترک، ترک اونا هستن، میآوردن در سمرقند و جای دیگه میفروختن، میفروختن. اینا تبار چینی داشتن، خب به گونه ای دهانهای لبهای خیلی نازک، اونچنان که گویی دهان ندارن، و چشم و ابروهای اونچنانی میخریدن میآوردن و به کارهای مختلف میگماردن. قابوسنامه میگوید این برده خری و برده فروشی در حد فیلسوفی است، و به پسرش توصیه میکنه اینها که وقتی میری برده بخری ببین چی میخری. یکی یکی توصیف داده که برده های ارمنی این چنینن، برده های هندو یا هندی این چنین هستن، و برده های ترک چنین هستن، و زیباترین برده ها برده های ترک بودن. یا رب این نو دولتون را برخر خودشان نشان، که این همه ناز از غلام ترک رو اثر میکنن. یعنی اون میزان زیبایی بردگان ترک که عرض میکنم که حالا برای مقاصد مختلف میخریده میشدن، اگر اینا از طایفه قراقال پاق بودن، اینا مردمان خشنی بودن، دستای خشن داشتن، و کسی که برده میخرید باید میرفت امتحان میکرد و نگاه میکرد. اینا رو برای پرورش اسبان به کار میبردن، چون مهارت ها هم در این زمینه داشتن. و بعد از این که در واقع مهارتی میافتن، اینها رو وارد ارتش میکردن، به وجهی که زبان نظامی ایران، زبان ارتش ایران، زبان ترکی شده بوده دیگه. برای هزار سال زبان رسمی نوشتاری زبان پارسی، زبان جنگی زبان ترکی. بعد اینها رو در ارتش به خدمت میگماردن. ابتدا اینا رو رئیس 10 نفر میکردن، بعد رئیس 100 نفر میکردن، میگفتن یوزباشی، و در هر ارتقاء مقام یه چیزی هم بهش میدادن. اول شلاق میدادن، بعد شمشیر و خنجر هم اضافه میکردن، بعد سپهسالار میشدن، از اینجور حرفا. بعد هم اینا کودتا کردن در روزگار پایانی سامانیان، و حکومت رو به دست گرفتن و بر حکومت بودند تا آقا محمد خان قاجار و همین احمد شاه و اینا تباره. حالا من وارد بحث نمیشم راجع به غربی بودن و شرقی بودن این قوم، اینا داستان خیلی مفصلی است و اینها. و در این دوره ها تنها کسی که تبارش پارسی زبان بوده کریم خان زند است. خب بعد شعرایی هم که در این دربارها برای رضای خاطر پادشاه سخن میگفتن،
خب ایدئال هاش رو میدانستن که چه چیزهایی دوست دارد. این است که این دهان تنگ و این داستان که بت لشکری است، یعنی روزها فرض کنید به کار جنگ کمانشو برمیداره و خنجرش و تیرش و اینها و از در مجلس خدمت میکنه. بعضی غلامان را هم برای مجالس لهو میخریدند از ابتدا. این داستان برد خریدن و برد فروختن یک بحث خیلی مفصلی است، یک کتابی لازم دارد. و چگونه این هوس ها و این گونه فرهنگ در شعر فارسی در واقع انتقال یافته. بله، سعدی میگوید علت آن است که گاهی سخنی میگوید ورنه معلوم نبودی که دهانی داره. یه اشارهش به همون هاست، همون قوم که دهانهای کوچیک تنگ داشتن. امروز دیگه این معیار زیبایی نیست، دهان را به گونه دیگر میپسندن بسیاری. باری این است که اینا سنت شد و رایج شد و دیگه آرام آرام. باری خدمت شما عرضه بدارم که عرض کنم که درست است، عرضه بدارم غلط. یک کار میهنی خیلی زیبا شد چند روز پیش و اون تجمع کثیری از هموطنان بود در پاسارگاد مقبره کوروش. و من به کرات خدمت شما عرض کردم مستبد مانع از شکلگیری تشکلات سیاسی می شود در جامعه، بسیار وحشت می کند آقا از تشکل، بنابراین اجازه تشکیل حزب نمی دهد. خمینی که آمد وقتی که قدرت خود رو در واقع قوام داد جمع کرد یه هرچی بود، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. بله، بعد از این همه زحمت و رنج 150 سال کار و کوشش و کشتار و کشته دادن و قربانیان آنچنانی که میدانی و در بابش صحبت کردیم، حالا یه آخونی با اون ریش و اون پشمون دار و زندگی آمده میگوید حزب فقط میگوید حزب فقط حزب الله، یعنی داره حق سیاسی مردم رو میخوره به خودش منتسب میکنه، چون نماینده الله این آقاست. کسی دنبال الله نمیگشته، کسی آرزومند تشدید اسلام نبوده، همه هم راه مکه رو بلد بودن، هم نمازشون رو بلد بودن بخونن، هم روزهشون رو بلد بودن بگیرن، دیگه دوباره لازم نبود که یه مش آخوند بیار بیعقل نادان بیان و دوباره مردم ها رو مسلمان بکنه. گرچه ما هیچ وقت مسلمان نشدیم الحمدلله رب العالمین، تشکل رو از ما گرفتن. یعنی چی؟ یعنی فعالیت سیاسی رو مانع شدن. یعنی چی؟ یعنی حق شهروندی رو سلب کردن از شهروندان ایرانی، یعنی اون که مردم ایران حق تصمیم گیری برای این سرزمین که متعلق به اونهاست ندارن. حق رو گرفتن دادن به ولی فقیه. ولی فقیه کیست؟ یه آخوندیست. شش ماه یه سال رفته فیضی چیز سفیدم بسته اینجا، نه از دنیا اطلاع داره نه از مافیها. این همه اختیارات سیاسی در دست این باید باشد تا امام زمان ظهور بکند و بعد ایشون تشریف ببرد. این امام زمان هم از اون پرتغال هاست که نمیشه پیداش کرد. این که عرض کردم این تفکر عقلی در مملکت ما نیست. آخه آدم اگر عقل داشته باشه باورش میشه که یک بچه بوده پسر نمکی که اصلا اون آقا بچه نداشته، این بچه رفته تو چاه یا نمیدونم تو زیر زمین،
این میاد و دنیا رو پر عدل و داد میکنه و این شده در واقع زیربنای سیاست در ایران امروز. خب اگه دیگر مردمان به ما بخندن حق دارن، فکر میکنن ما از بیخ بیعقلی دیگه، نمیدانن به زور تحمیل شده این داستان. چندین هزار تن رو اینا تو این زندان ها کشتن تا به کرسی نشاندن این داستانه. ولایت فقیه، حکومت ولایت فقیه. اجازه فرمایید که ببینیم که سپه چه دارد برای ما امروز از موسیقی و بعد برمیگردیم خدمت شما هموطنان گرامی و بینندگان محترم چند دقیقه دیگه. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود دوباره هموطنان گرامی، دوستان محترم، عرض می کردم که مستبد اجازه تشکر نمی دهد، اجازه تعصب نمی دهد، اجازه آزادی بر نمی دهد. خب تکلیف چیست واقعا؟ آدم میگه این تکلیف چیست واقعا؟ وقتی که صفویان آمدن نامی از ایران نبود، حدود 900 سال مردم نمیدونستن ایرانی هستن مگر فرزانگان. یک شاه شیراز داشت، یک شاه کرمان داشت، یک شاه یزد داشت. اساسا شما زندگی حافظ رو بخوانید، به لحاظ تاریخی بخواهید که ریشه غزل‌ها رو دریابید، بایستی ببینید که چه وقایعی اونجا بوده. خب یک پادشاهی داشته شیراز از خاندان اینجو، یک پادشاهی داشته یزد از یک خاندان دیگر، مظفری که البته دست کسان دیگر بوده، بعد یه مظفری آمدن اونجا. نام او امیر مبارزالدین، نام این یکی که در شیراز بوده شیخ اسحاق، ابو اسحاق. دیدیون خاتم فیروزه حافظ میگوید، ابو اسحاقی. اصفهان هم پادشاهی دیگری داشته و بعد اینا هر یکی در این اندیشه بود که پادشاهیشو گسترش بده و در هر شهری سعی میکردن مردمان شهر دیگر رو تحقیر بکنن، براشون متلک بسازن، جوک بسازن، از اینجور داستانها. و سرانجام یک روز این پادشاه شیراز حمله میکرد که بره کرمان رو بگیره، کما اینکه همین شاه شیخ ابو اسحاق که دوست حافظ هم بوده و حافظ هم او رو خیلی دوست داشته است، 6-7 بار رفت اونجا و بعد پشیمون شد، دید شکست میخوره و عهد کرد که بر نگرده. باز برگشت تا آخرش اون امیر مبارزالدین محمد که یک ذهنیت عین آقای خمینی خودمون داشت، آمد شیراز رو گره و این آقا هم سرش رو برید. یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون لاله و گل بر اثر صحبت پا، بر زبان بود مرا اون که تو را بر دل بود. این حافظ در رسای همین شاه شیخ ابو اسحاق خاندان اینجو گفته است. خب اگه این آقا باز میتوانست بعد اصفهان هم گرفته. البته وضعیت یعنی ملوک و طوایفی بود، مملکت از هم گسیخته بود، دوران مغل هم گذشته بود
روران تیمور فرا رسیده بود، این هم حمله میکرده، باز بر میگشت و اینا هم میکرد و تقسیم کرده بود و از اینجور داستان ها. خب حالا صفوی اومده به حمد الله و المنه، پیش از این هم که مغول ها آمدن گفتن، عرض کردم، نه بد مطلق وجود دارد نه خوب مطلق. این مغول ها بسیار بد بودن، مدنیت رو از این کشور برانداختن، اما یه خوبی داشتن و اون این که رفتن این حکومت بغداد خلیفه و داستان دزدان مدینه رو برچیدن و این امکان داد که ایران دوباره به وجود بیاد. ما شکست خوردیم آقا، ما شکست خوردیم. یعقوب آمد، بابک آمد، مازیار آمد، استاسیس آمد، صدها نفر شمشیرها برکشیدن و گفتن ما این ننگ تحمل دزدان بغداد و دزدان مدینه و دزدان نمیدونم دمشق رو نمیپذیریم، ولی شکست خورد. الحکم لله، شکست خورد. بعدم از اون سو اون دزدای اون طرف اومده، ما بین گازنبر واقع شدیم و دیگه یادم رفت وطن. حالا میخوایم توی وطن بسازیم، دوباره فضا آماده شده. آمدیم چه کردیم؟ آمدن چه کردن؟ این صفویان مردمان دانایی بودند، از خاندان اصیل ایرانی بودند، آمدن آویختن به ایرانیت. بزرگترین نشانه ایرانیت چه بود در دستشان؟ اساطیر ایرانی، شاهنامه فردوسی. و ایران رو بر اون پایه ساخت. حالا امروز چیزی برای ما باقی نگذاشتن این آخوندها. تنها چیزی که برای ما مانده است، در دست ما مانده است، این ایرانیت ماست، تاریخ این سرزمین، میتولوژی این سرزمین، آداب و رسوم قدیم این سرزمین، این بزرگترین جنبپناه ماست و مردم به خوبی این رو فهمیدن و همین ما رو نگه داشته و همین ما رو نجات میده. این تجمع رو تا نشون بدید، حتما 10 بار دیدید، بر سر گور کوروش کبیر، بنیانگذار پادشاهی هخامنشی، بزرگترین مرد تاریخ در مملکت ما. بله، خب خیلی اینجا گرمه. خب این تجمعی بود. خب حالا ما باید چه بکنیم؟ ما باید بهترین استفاده رو از این ظرفیت و از این پتانسیل بکنیم. اولا که چنین کاری رفتن اونجا یک تشکیلاتی میخواهد چند رهبر داشته باشند که ما اونجا چه بگوییم. آقا ما سخنمون رو باید همخوان کنیم با مقام کوروش، با اندیشه های کوروش. ما نمیریم سر قبر امام جعفر صادق مثلا زیارت کنیم، یه تنبک ببریم اونجا برفتن بر در شمس العماره بخوانیم، که یا اینکه برویم اینجا سر قبر کوروش و وسیله نفاق بکنیم این داستان رو، شروع کنیم فحاشی کردن به، عرض میکنم که، به اعراب ایرانی، به کسانی که ترک زبان هستن، به کسانی که به لهجه های دیگر هستن صحبت میکنن، ما شروع کنیم به فحاشی و توهین، نقض غرض میکنیم. هدف بزرگ ما چیست آقا؟ هدف بزرگ ما رسیدن به آزادی و دموکراسی و ریشه‌کن کردن این رژیم خمینی، و این رژیم خمینی ریشه‌کن خواهد شد. هنوز به ثبات نرسیده، هنوز استقرار نیافته، هنوز دادگاه انقلابش داره کار میکنه. بنابراین اگر ما برویم اونجا و جز سخنانی که در شأن کوروش هست بگوییم و نفاق پراکنی بکنیم و سخنان زشت بگوییم و عرض میکنم شعارهای سطحی بازاری بدهیم، با ریش و پشم، نمیدونم، آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه که، آخر این که در حد کوروش نیست که.
حالا باز ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست مثلا، خب این یک کمی داره یک پرستیژی هست این سخن، اما آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه که این که نشد که بابا. خب این علت این هم این است که باز هیچ تشکیلاتی نیست که بخواهند یک عده جمع بشوند، آقا کسانی که اهل ذوق هستند شعارهای زیبا و متین بسازند در راه در واقع اتفاق و اتحاد و همفکری برای آزادی و برای سعادت مملکت و ملت ایران. و من نگاه کردم به بعضی این سایت ها، دیدم یک عده آدم نادان چه چیزها میگویند به هموطنان. زیبایی ایران عزیزان در این تنوع و تلون مردمانشه، لهجه های مختلف، این بی اندازه زیباست. این در واقع هندوستان هم همینطور هست. اینکه مملکت یک دست باشه، همه با یک زبان و یک لهجه صحبت کنند، به زیبایی این نیست که شما هر شهر میرون یک لهجه خاص خودش تو داره. یک چیزهای زشت عوامانه اونجا نوشتن و بقیه هم جواب دادن. یک آدم های جاهلی هم هستن البته اینجا و اونجا که میوان روبروی تلویزیون هم مینشینن و توهین میکنن به کوروش، از کوروش گرفته تا شاهان متأخر ایران توهین میکنن، فحش میدن. خدا پدر اینها رو هم بیامرزه، رحمتشون کنه. با این طرز برداشت از تاریخ و این طرز سخن گفتن. ولی زیبا بود، خیلی خیلی زیبا بود، خیلی. یه کار عجیب دیگری هم من شنیدم شده، من شنیدم بیمار بردن اونجا شفا بگیرن یا سجده میکردن یا طواف میکردن، من ندیدم، شنیدم، نمیدونم صحت دارد یا نه. ولی این نشان دهنده این حقیقت هست که حکومت 30 چند ساله ملایی نتوانسته است مردم رو مجبور بکند به فراموش کردن هویت ملی. ارزش‌های این سرزمین نشد. آقا 600 و اندی این اعراب حکومت کردن، بالاخره خلیفه‌شون اونجا بود، نشد. ایرانی ایرانی باقی ماند، اسلام رو هم قیچی کرد، یک لباسی اندازه تن خودش ساخت از اون، به وجهی که جهان اسلام ایران رو مسلمان نمیشناسه، کشور مسلمان نمیشناسه. به حمد الله و منه دوباره. دیدم یک چیزای حجب بیهودهی یه ده که اطلاع از تاریخ ندارن که این تخت جمشید نبوده و این یه چیز دیگه بوده و اینها. خدمت شما عرض میکنم که این تخت جمشید پایتخت تشکیلات هخامنشی بود و مردم باهوش ما برای نگه داشته این آمدن گفتن که این تخت سلیمان است. کدوم سلیمان؟ سلیمان اگر هم بود در جای دیگه بود، آقا در اسرائیل بود. این گور کوروش هم گفتن قبر مادر سلیمان. ما اطلاع زیادی نداشتیم در باب تخت جمشید تا پروفسور هرتزفلد آلمانی آمد به ایران در زمان مرحوم رضا شاه. آمد پیش از اینکه بیاید اینجا و اونجا جستجوگر کمک مالی بود.
یک بانوی آمریکایی که هنوز اسمش معلوم نیست، گفت نمیخوام اسم من باشد، مبلغ 500 هزار دلار در اون روزگار در اختیار پروفسور هرسفلد گذاشت. هرسفلد آمد ایران، اول سخنی که گفت و رو به دانشمندان ایرانی که آقا شما زبان پدران خود را نمیدانید، زبان پارسی میانه که همون پهلوی باشد شما نمیدانید، من هرسفلد استاد این زبان هستم، رایگان من به شما آموزش میدم. تعدادی از هوشمندان ایرانی رفتن و شاگرد آقای هرسفلد شدن، یکیش صادق هدایت بود، یکیش ملک شعرهای بهار بود، یکیش رشید یاسمی بود، استاد پوردا بود، یک جمع کوچکی رفتن و این زبان رو یاد گرفتن و بعد رفته رفته این زبان جزء دروس دانشگاهی هم شد در دانشگاه تهران و اینها و گسترش یافت. اینا هم مدیون پروفسور هرسفلد هستیم. عکس هرسفلد رو زنده باشی، زنده باشی، بله، این تصویر پروفسور هرسفلد هست در تخت جمشید. 5000 جلد کتاب برد اونجا، 5000 جلد کتاب که اینا همه شرح و تفسیر بیشتر هخامنشیان و تاریخ ایران بود و جام خشایارشا رو او کش کرد، طلایی بزرگ، در یکی از درهای ورودی از زیر زمین پروفسور رو کش کرد و این نوشته ها رو مثل زبان مادری میخوند. چندین 10000 عرض میکنم که خشت های پخته کوچک که این بایگانی ساختن تخت جمشید بود یا بایگانی کنستراکشن به قول اینجا یا تخت جمشید بود، نام افرادی که اونجا کار کرده، مثلا نوشته از حسین احمدی، حسین ها که نبود، مثلا طهمورث ایزدی ساکن یزد متولد فلان، شغل مثلا مجسم ساز، حقوق اینقدر. این بایگانی رو پروفسور هرسفلد در آورد و خیلی چیزهای دیگه آورد اینجا به دانشگاه، در دانشگاه شیکاگو هست الان، هستن در دانشگاه شیکاگو هنوزم هستن، اونم چرا پس نمیدن؟ ولی پس دادن البته بهتره، چون ممکنه اون رینگوی پیدا بشه ببره بفروشه. باری تمام بایگانیش که ساخته شد و یک شناسایی عمیقی این مرد بزرگ از تخت جمشید کرد. این رو عرض میکنم که اون کسانی که نمیدانند بدانند که داستان چه بوده است. کوروش را هم وقتی کشته شد در جنگ با سکاها، اگر اشتباه نکنم، سر کوروش رو بریدن و در تشت خون انداختن و بعد ایرانیان رفتن جسد و سر رو آوردن به هم چسباندن و حالا بعضی میگویند در همین مقبره که هست به خاک سپردن، دخمه کردن. اینم که میگن ایرانیان به گور نمی کردن، دخمه نمی کردن، اینم یک سخن بیهوده است. بس ببینیم راجع به تاریخی صحبت میکنیم کی و کجا. بله، جنگ قلمی بین هموطنان هیاهوی بسیار برای هیچ هست. خب ما، بله، و یکی از دوستان عزیز یک قطعه کمانچه برای ما فرستادن، آقای کلهور. من خوب به کمانچه کلهور گوش نکرده بودم حقیقتاً، استادانه و ممدو از حس این موسیقی اهمیتش در قناشه. قناش برمیگرده به عواطف رقیق نوازنده، اگر بتواند اون رو البته در سازش منعکس بکنه. برای که بتواند اون رو در ساز منعکس بکنه، این باعثی از قضیه تکنیک بسیار فراتر رفته باشه، اگر نه ردیفی میرزا حسین قلی زدن که خب نشد کار، که
کامپیوتر هم این کارو میکنه. وقتی توانستی خودت رو و فرهنگ سرزمینت رو و عواطف احساسات خودت رو منعکس بکنی در ساز، اون موقع شما به درجه استادی رسید. بله آقای کلهور. خب اگر که هموطنان سوالی دارن، پیشنهادی دارن، سخنی هست، من در خدمتون هستم و بعض اوقات این خط رو باز میکنیم که شما ما رو متکلم وحده ندانید. بفرمایید. بسیار آدم مطلعی هستید. خواهش میکنم. دوت میکنم. بازید هم که میبینید، یعنی اطلاعاتون هم که میرسیدید بسیار ارزنده است. خواهش میکنم. خودم میخواستم تشکر کنم. ضمناً راجع به این ادیان ابراهیمی و کتاب‌های آسمانیشون چند دقیقه ایش توضیح بدم خدمتتون. اولاً تمام این کتاب ها یکی از آسمان نیومدن، فکر جنابالی فرمودید. این ها تمامش نوشته شده های خودشونه یا حرفایی که خودشون زدن. ولی از همه حساب سازی تر و به اصطلاح حقوق بازی تر مسئله قرآنی که این 114 تا سوره داره و یه آقایی پیدا شده به نام آقای راشد خلیفه که این اومده داده به کامپیوتر گفته معجزه عددی قرآن، یعنی تمام آیه ها اعترافی که میکنی تقسیم و 19 میشه و این یه معجزه است. اخیرا آقا کشف کرد این قضیه رو و دونست خودشم 19 دفعه در قرآن به کار برده شده، گفته منم پیغمبرم. ولی در هر صورت در این قرآن راشد خلیفه در سوره توبه دو تا از آیه های سوره توبه حذف شده نیست. اگر اون رو اضافه بکنن این معجزه عددی قرآن به هم می‌ریزه. علاوه بر اون از این 114 تا سوره حدود 18 تاش هستش که سوره هایی هستش که باش الف لام میم دالزال لترهای بیمعنی شروع شده که این لترهای بیمعنی رو اگه حفظ کنید معجزه عددی وجود نداره. قرآن یک کتابیست که در زمان عثمان توسط اون کسانی که عثمان جمع‌آوری کرده به خصوص اون سلمان فارسی اینا ترتیب دادن، تنظیم کردن. هیچ وقت به هیچ عنوان این کتاب نمیتونه کلام خدا باشه، حتی انجیلش هم نمیتونه باشه، توراتش هم نمیتونه باشه، قدیم و جدید و اینا تمامشون صحبت. من اینا رو خواستم خدمت جناب‌عالی بگم و از این فرصت استفاده کنم که به اطلاع هموطنانم برسونم که این کتاب ها اینا یه چیزای بیمعنی بیش نیستن. خیلی ممنون عزیزم، متشکرم. خدا حافظ شما. لطفتون کم نشه. بفرمایید. من متاسفانه خب اینجوری که بگم خدمتتون که منم یکی از ایرانیانی هستم که متاسفانه رنج میبرم از این برنامه که متاسفانه ما به تاریخ نخوندیم، نمیدونیم برنامه چی بوده. فقط نه تاریخی که برای ما دستور دادن نوشته بشه، دیکته بشه، تاریخی که حداقل در انداز تحقیق و خودمون جستجوگر باشیم در منابع دیگه، در کتاب‌های دیگه که بتونیم که واقعا به تاریخ واقعی دست پیدا بکنیم. همونطور که میدونید دورانی که طایفه یا اون به قول معروف مغول ها در ایران بودن به هر ترتیب حالا حکومت میکردن، سلطنتی کردن، شاهی میکردن، کاری ندارن و واقعا یکی از پرفروخترین زمان های هنری ادبی ایران بوده، شکی هم درش نیست. که به ما گفتن شاید هم باز این یکی هم روز همون تاریخ مجعول باشه، جعل شده باشه به هر صورت. ولی هیچ موقع این حس انتقام جویی بی خود بعضی از این قشره ها حالا کاری ندارم در چه طایفه هست نیستن، اصلا بنیاد تاریخی دارن برای خودشون از نظر هویت ملی نه، یعنی همیشه باعث اختشاش در این مملکت بودن با ساختن جوکاب و فلان. تو متوجه ارزم هستیم، من دیگه نمیخوام تکرار بکنم و متاسفانه شد اولا کار خودشون کردن، سربر اقتصاد اینجام هست که بخوایم چه نخواهیم.
ریشهشون حتی در تمام برنامه هستش از نظر اقتصادی، ولی متاسفانه نگفتن این مغول حمله کرد. چرا حمله کرد؟ آقا هر کسی بر نمیتابه بهش زور بگم، هر کسی به قول حالا عامیانه بگیم گردن پلیسی رو قبول نمی کنن. کشتین زدین تمام تجار سفرهای تجاریشون، اونم برعکس گفت آقا خواهش کنم نکنین این کارو، گفتن نه ما گردن کلفتی میکنیم، اومدم حمله کردن. مغول دیوونه نبود، اسکندر دیوونه نبود بیاد همینجوری حمله بکنه به اینجا. همه به این مملکت حمله کردن، تجاوز کردن، خوردن، چاپیدن، سوزوندن، اما نمیگن چرا، نمیگن چرا. یعنی بی انصافی محض از عدم آگاهی و بلاحت فکری این افراد هست، چون هیچی نمیدونم. این یکی من استدام کنم از حضورتون، شما که بهتر میدونید، من میدونم تو دلتونم هست که بفرمیم، منطقه تو مغز ناقص اینا نمیره. یه دیگم هستم خب دنبال کار نیستم، فعال نیستم، سازنده نیستم، اصلا دوست دارن همچی بل بشویی تو مملکت باشه همیشه. بله در هر موقعی که شده من استدام کنم از محضرتون، شما بزرگواری بکنید. تا حال هیچ کس جرأت و واقعا شهامت به خرج نداده که یک برنامه مسلسل برای این کار بذاره. بله شما میدونید که واقعا اگر صفویان نبودن از ایران اسمی نمونده بود، ولی همش دارن به عنوان نمیدونم ترک ترک ترک. نه آقا ترک سربر شماست، به قولون آقای چیز امریکایی آدم رفت گفت که این ایالت آذربایجانی که میگین شما اینقدر بهش میتوبین این اعتبار ایرانه. اینا رو من نگفتم، شما نمیگین، یک کسایی گفتن که وارد هستن به تمام سیاست های جغرافی، حتی از جغرافی های انسانی و اقتصادی و تمامیت ارضی دنیا، میفهمن چی میگن، حالیشونه، میسنجن اقتصاد و بهداشت و پاکی و نظافت و اجتماع بودن رو. سپاسگزارم، مزاحم نمیشم، استدام کنم این مسئولیت انسانی رو شما ادامه بدید، چون تلویزیون های ما متاسفانه تولید ندارن، نمیتونن اینا رو ارائه بدن. خود از خیلی محبت بفرمین، لطف بکنید. خیلی ممنونم از شما عزیز، تقدیر است. امن شو، قربون شما، سپاسگزارم، قربان شما، سپاسگزارم. ببینید این اون چه اتفاق میفته در مملکت، از همین فساد و نفاق، اینها همه گردن این حکومت هست. دوست عزیز شخصی در پارس‌آباد نشسته داره کشاورزیشو میکنه، با هزار زحمت زندگی میکنه، در مراغه، بعد میبینه که آقا چیزی که نصیبش نیست، رفاهی که نداره، پولی هم که نداره، وضع اقتصادم انقدر خراب است که بچه‌هاش بیکار تو منزل نشستن، دوتاش هم بردن سربازی به کشتن دادن. رفته رفته می فکر میکنه آقا من چه گناهی دارم آقا که میخواد باید اسیر علی خامنه‌ای باشم در تهران، مثلا به من چه؟ گفت سعدیا حق به وطن گرچه حدیثی صحیح، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. اینا همه برگ این مرکز گریزی، همه برگردن فساد این رژیم هست. هیچ استانی به اندازه آذربایجان قربانی در راه حفظ تمامیت ارضی و شرافت این مملکت نداده در میدان جنگ. من وارد بحث نمیشم، لازم این که فرصت خیلی زیادی. ایران را چند مشیری بودی، واقعا ما به چند مشیری احتیاج داریم به این مملکت مصیبت زده و بلا زده. جناب مشیری سوالی داشتم از خدمتتون، الان که این ماهیت در واقع اسلام برای مردم ایران روشن شده، این تعدادی از این حالا نمیدونم به قول شما کنار حرم بزرگ شده ها که نمیخوان، میدونن ماهیتشان هم پی برده ولی باز نمیخوان بکنن از این اسلام، اومدن اسلام رو با این لغت های آکادمیک و نمیدونم فلسفی و اینا قاطی کردن به عنوان نمیدونم رویاهای رسولانه و نمیدونم این چیزا، میخوان به خورد مردم باز بدن. واقعا پاسخ اینا چیست؟ خیلی متشکرم شما که پاسخی به ما بدید. شبتون بخیر. شما بخیر، قربان شما عزیزم. اینا یه تعدادی متکلم هستن در اطراف، متکلمین کارشون این بوده است که با بیان فلسفه و منطق حقانیت موهومات رو به اثبات برسن. در اروپا هم بودن، تعدادشون هم کم نبوده،
اما قضایای موهوم رو با هیچ زبانی نمیشود حقانیتشون رو به اثبات رساند. مثلا معجزه. آقا معجزه یعنی چه؟ کدوم معجزه از همه این معجزاتی که تو این کتاب ها آمده یک شاهد عینی وجود نداشته که من دیدم؟ شق القمر، ماه شق شد یعنی از وسط نصف شد، آمد رفت در پیراهن پیغمبر اسلام، یک نصفش از این طرف به هم چسبید رفت به آسمان. طوری شده که مولانا میگوید ای منجم اگر از شق قمر باور شد بایدت بر تو و بر شق قمر خندیده. یا معجزه شد، معجزه شد نمیدونم، یا حضرتشان تشریف بردن به آسمان هفتم، اونجا دستور نماز گرفتن، سوار بر اون یعفور یه خری داشتن. اینا قصه است، خودتون برن. اینا میخوان این چیزها رو به اثبات برسن. معجزه، کدوم معجزه؟ این آقایی که اسم برد، آقای راشد نمیدونم چی، این آمد دید این عدد 19 درست در نمیاد، چند تا آیه از آخر قرآن حذف کرد، چند تا از میانه حذف کرد. اینا یه دو متأسفم با کارد و چاقو آمدن کشتنش در تگزاس، شنیدم. جدید نیست این داستان. راشد خلیفه، بله، عدد 19 معجزه. کدوم معجزه آقا؟ چی میگید آقا؟ اگر بخوایم بگو این معجزه است، آثار شکسپیر همش معجزه است، شاهنامه فردوسی حقا معجزه است، گلستان سعدی معجزه است، غزل‌های حافظ معجزه است، هیچکس هم مثلشون نمیتونه بیاره. بفرمایید. من شما خدمتون که این امروز مطالب بسیار تازه من شنیدم از سرکار فرمودیم از جنابالی که این ارنست وورد، این آقای آلمانی، در هیچ کتابی میشه این داستانش پیدا کرد که اومده در ایران؟ بله قربان عزیزم، پروفسور هرتسفلد همه میشناسن، یکی از دوستان نزدیک پروفسور هرتسفلد مرحوم دکتر غنی بود، قاسم غنی، و داستان ها داره در باب ایشون. پروفسور هرتسفلد بعد از این که تحقیقاتش در ایران تمام شد، آمد در این مرکز آموزش عالی که ساخته بودن در همین نیوجرسی که اینشتین رو استخدام کرده بود، پروفسور هرتسفلد هم استخدام کردن، همونجا کار میکردن. این مرد یکی از خادمان ایران زمین و ملت بزرگ ایران زمین است، پروفسور هرتسفلد. عکس و تصویرش رو دیدید، شما گوگل کنید، اگر که با انگلیسی حتما آشنا هستید، گوگل کنید اسم ایشون رو و خواهید دید عکس و تفصیل و سوابق ایشون رو خواهید دید که اونجا نوشتن. یکی از بزرگترین ایران شناسان هستن ایشون و مشهور، بسیار مشهور. این 30,000 لوحه‌ای که از تخت جمشید کشف کردن آوردن به نام خود ایشون الان نگهداری میشه در دانشگاه شیکاگو. و مضحک این که یه کسی بمبی گذاشته بود در لبنان یا در اسرائیل و یه نفر کشته شده بود که اصلا ربطی به ایران هم نداشت. آمدن و شکایت کردن که این آقا کشته شده از حزب الله بوده یا یکی از تروریست‌های اونجا بوده که ایران به اینها پول می‌دهد و کمک می‌کند، و چند میلیون دلار قاضی گفت که باید این آقا بدین. اینا رفتن این اشیاء ایران را آوردن که بدن به اون آقا، و خنده‌دار این بود که از جمهوری اسلامی هیچ کس نیامد دادگاه بگه آقا اینا متعلق به ملت ایرانه، اینا کارهای باستانی است، این را نمیشه داد به کسی که رفته دادگاه گفته.
پسر عموی من کشته شده چون ایرانی ها فلان گروه رو پشتیبانی میکنن آخونده ها، بنابراین مقصرن. حالا ما بیاییم این اشیاء ایرانی که متعلق به همه ملت بفروشیم و پولش رو بگیریم بدیم به این آقا که میراثدار میراثخوار اون آقا بوده. یکی از در واقع وزارت امور خارجه آمریکا وکیلی رفت و قاضی حالی کرد که آقا ما نمیتوانیم، ما حق نداریم، اینا امانت هستن، اینا آقای پروفسور هرسفلد آورده و دانشگاه شیکاگو هست، نگهداری میشه، باید یه روز ما برگردونیم به ایران اینها رو. اگر امر دیگه ندارید من با یه هموطن دیگری صحبت کنم. بین آیت تشکر میکنم. در صورت امکان در جلسات بعد یا هر وقت که براتون امکان داشته باشه راجع به این شخص چشم بازم چیزهایی بگین ما آگاه بشیم. چشم هستم، ممنونم از شما. این نهایت تشکر از واقعا وجودتون، این همه زحمات که میکشین واقعا ما کمتر داریم. تشکر میکنم. شرمنده میکنین عزیزم، ممنونم از شما، خیلی متشکرم. قربان بفرمایید. آقای مشیری، یه مورخ یونانی دیگه نوشته، اسمش هست به نام کتسیاس، نمیدونم شما با ایشون آشنایی دارید یا نه. ایشون هم پزشک بوده هم مورخ بوده. بله. ایشون میگه با چشم خودم بیشتر این حوادث تاریخی رو، چون پزشک بوده در جنگاش شخصا شرکت داشته و این مسائل با چشم خودش دیده و گفته که این اکثر نوشتای منو هرودوت کپی کرده و یک سری چیزها رو هرودوت از خودش اضافه کرده. این شخص کتسیاس میگه کوروش در منطقه دربیکا تبرستان زخمی شد و بعد از 3 روز مرد. قبل از اینکه بمیره تازه وصیت‌نامه برای پسرش چی نوشته؟ پسر اولش نوشته و بعدنم نوشته که کوروش جنازش آورده شده در منطقه اسپندانا. اسپندانا که همون اصفهان امروزی میشه، در اونجا در زیر یک تپهی در اونجا دفن شده. آیا شما درباره این محقق یا تاریخ نویس یونانی به نام کتسیاس تحقیق کردید؟ یا اگه نکردید یه لطفی کنید در این درباره این محقق هم تحقیق بکنید و به ما اطلاع بدید. چشم عزیزم، سپاسگزارم از شما. چشم، قربان شما. هموطن بفرمایید. استاد مشیری، 2 روز هفته در کشورهای انگلیسی زبان و همینطور تو اروپا به نام ساندی و ماندی هست. چه رابطه ای این 2 روز ساندی و ماندی، یعنی روز خورشید و روز ماه، با مهپرستی ایرانی ها داره و ایرانیان باستان و ایرانیان زمان کوروش که کوروش هم مهپرست و زرتشت در واقع زرتشتی بوده و این دوتا دین رو یک دین کرد، 2 روز در هفته رو ستایش میکردن ماه و خورشید رو و این محراب و تمام مراسم شستشوی دست و پا که امروز مسلمان ها از ایرانی ها دزدیدن، آیا همون دین ایرانیان هست که قبل از همه ادیان در تمام اروپا بوده؟ و بعد هم میخواستم عرض کنم جناب استاد، کتاب های درسی که در ایران هست میگن که برای ما اسلام تمدن آورده. میخواستم از حضرت عالی بپرسم آیا کار تحقیقاتی باستانشناسی در عربستان غیر از منطقه جنوب عربستان که به طور کلی تمدنش نابود شده است توی مراکز بخشای مرکزی و شمال عربستان، آیا نشون میده که در عربستان حمومی وجود داشته؟ خیلی ببخش
ببخشید حتی دستشویی وجود داشته و این عربا که مجموعهشون دو نفر سواد نداشتن و ایران که دانشگاه جندی شاپور به چند زبان مختلف تدریس می شده و فردوسی بزرگ از 30 زبان مختلف صحبت میکنه. حالا من میخواستم ببینم آیا واقعا عرب ها برای ما هویت آوردن، تمدن آوردن و غیر از اینکه اسلام برای ما بولدوزر دولت فخیمه بوده و این آخونده راننده های این بولدوزر چه چیزی برای ما آوردن اینا؟ سپاسگزارم از اگه حضرت عالی توضیح بفرمایید. خواهش میکنم عزیزم. من تلویزیون سپاسگزارم. والا مطالبی که شما فرمودید انقدر یک 5-6 زمستان لازم دارد و کرسی و اینا بنشین صحبت کنیم قربونتون برم. خیلی مطالب مهم خودتون فرمودید عزیزم. ببینید این حرف ها گفته میشه خب، اما حقیقت امر این است که عرب این مردمان بیابانی بودن بیچارا در همین صحرای عربستان. دو شهر هم داشتن، یکیش مکه بود یکیش مدینه، بارها ما این داستانا رو گفتیم. اینا زندگیشون رو چرندن شتران و اینها بود. مدنی اساسا ساختار جغرافیایی و جیولوژیک عربستان برای تولید مدنیت خلق نشده. یک مشت خاک نداره که شما یک نمیدونم یک گل درش پرورش بدید، چه مدنیتی. در جنوب عربستان البته ما اونجا مدنیت یمن اونجا داشتیم، بله، ربطی به اینها نداره. ولی اون چه ما عربستان سعودی میگوییم که عربستان باشه که عربستان سعودی است، در اینجا هیچ مدنیتی نبود و اینا صاحب هیچ مدنیتی نبودند. زندگی صحراگردی و صحرانوردی داشتن، با احشامشون زندگی میکردن و خیلی جامعه ساده‌ای بود. فضیلت ها هم داشتن این فرهنگ عرب. مهمون نواز بود مثلا، گردن فراز بود، به دین کسی کاری نداشت. هر کسی هر جا میخواست که در واقع اذیت میشد یا ناراحت میشد یا تعقیب میرفت اونجا یک معبدی میساخت. کما اینکه اونجا زرتشتی ها بودن، هندی ها بودن، هندوها، مسیحیان بودن، یهودیان بودن و این اعراب و همه به یک چشمی نگریستن. کما اینکه 360 بت داشتن، از 360 قبیله با هم جنگی هم نداشتن سر بت هاشون و اینها. تا اسلام آمد از این مردم که اگر به طور طبیعی این روند گسترش جامعه رو پیدا میکرد حتما جای بهتری میشد از امروز، این الله رو برکشید و عرض میشود که هر کس غیر از این میگوید که من میگویم کافر است، سرش رو ببرید، اموالش رو خانمش هم بیارید اینجا من نگاه کنم، اگر زیبا بود خودم برمیدارم وگر نمیفروشیم خب پولش رو میگید. و از این مردمی جرار خونخوار وحشی درست کردن که اینا دیگه رحم به چیزی نمی کردن. به مدنی هر جا می رفتن که ساختمانی بود تخریب می کردن، از میشه هر جا که رفتن زایایی زمین هم به قول ابن خلدون از بین رفت، دیگه زمین هم محصول نداد. تو اینا همه چیز رو غارت می کردن، کشاورزا رو اسیر می کردن، می بردن می فروختن. تا جایی که عمر گفت آقا دست نزنید به کار کشاورزی ایران، دست نزنید، چون عمر فهمیده بود که اینا که کشاورزی که بلد نیست فقط میرن غارت میکنن. من یک وقتی بایستی ابن خلدون رو بیارم خدمتتون و از ابن خلدون براتون بخوانم داستان این تمدن. تمدن عزیزم وقتی که تنها کاری که این عربا کردن تمدن‌های کهن رو به هم پیوند دادن با ضرب شمشیر. تمدن ها هم مثل عبر میمانند، وقتی عبر ها به هم میخورند تولید زایایی میکنند. باران تمدن بیزانسی ایرانی
یونانی، هندی، اینها به هم آمیخت و عرض شود که دانشمندان به وجود آمدن، یعنی هیچ ربطی هم به اسلام ندارد که بگوییم از قرآن چیزی نصیب ما شد که ما بهش بگوییم مدنیت. نه، این کتاب ها ترجمه شد به زبان عربی، زبان عربی زبان بین‌المللی شد و در یک دوره کوتاهی یک رنسانسی به وجود آمد که مدیون یونان و ایران و روم و هند عمدتاً بود و این آثار توسط مترجمان ایرانی که همون در حوزه جندی شاپور بودند ترجمه شدند و پراکنده شدند. وگرنه خود اسلام زایای چیزی نبوده، عربستان هم زایای مدنیت هرگز نبوده، چون عناصر لازم برای تولید مدنیت در اونجا نیست. آقا نیست. وقت ما تمام شد هموطنان، از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سپهر گرامیان سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.